به رادیو آینه گوش می کنید با آینه به خانه دل شما می تا با هم و در کنار هم از دردهای مشترک سکوهای پرتابی به سوی دنیای سالم بسازیم ای بخشنده مهربان فاصله های میان من و تو کی به پایان می رسد تا بتوانم با تو گفتگو کنم خدای من یاریم کن حائل های بین من و تو شهوت خشم تمه خود ستایی و وابستگی به غیر تو را در خود از بین برم تا بتوانم بی پرده به ملاقات تو نایل شوم و همواره با ذکرت آرام گیرم ای یکتای بی همتا بهبودی یعنی در حس تعادل و تناسب بودن زمانی که تعادل و تناسب در رفتار و اعمالم نیست به افراد و تفرید روی می آورم و این زندگی مرا ناموزون می کند به من تعادل عطا فرما تا موزون و متواضع آهنگ زندگی را کنار جریان رود معرفت و عشقت بنوازم و از تو متبرک شوم ای محبوب عشق و محبت را از هر که درخواست کردم یا انجامی نداشت یا توقع و منت به جای گذاشت تنها تو هستی که بی منت و توقع عشقت را نثار می کنی و از سرچشمه معرفتت همه سیراب می شود برایت فرقی نمی کند چه کسی بر در می کوبد نژاد، ملیت، جنسیت مهم نیست همه در یک کلمه بندگان تو هند و تو چون پدر فرزندانت را بدون تبعیض دوست داری سلام سلام و صد سلام به شما که زندگی را معنا می کنید به شما که با اندیشه سبزتان حرکتی مستمر برای پویایی و جاری شدن را پیشکش میکنید سلام و درود رادیو آینه به تک تک شما که از گوشه گوشه این کره خاکی ما را از حمایت هایتان بی نصیب نمی تمام این حاله های عشق و مودت را که در سرتاسر سر این گیتی در این ساعت با هم به اشتراک می گذاریم تقدیم می کنیم به تمام کسانی که به دنبال راهی برای رهایی از روزمرگی ها و دقدقه های زندگی هستند. شنوندگان محترم رادیو آینه همانطور که وعده کردیم این هفته در خدمت مهمان محترم برنامه کارشناس خوب برنامهمون جناب آقای مصطفی اسماعیلی محقق پژوهشگر در حوزه علوم رفتاری و معنا درمانی و همچنین شاعر و نویسنده با کتاب وزین مکتب انسانیت و روی دیگر زندگی در خدمتشون هستیم از استاد گرانقدر میخوایم که با مخاطبان و شنوندگان خوب رادیو آینه حال و احوالی داشته باشند تا بپردازیم به موضوع این برنامهمون از سلسله مباحث رادیو آینه با متخصصین معنا درمانی بفرمایید استاد سلام و درود دارم خدمت شنوندگان رادیو آینه و طلب برکت از پیشگاه خداوند منان برای عزیزانم بحث ما کشیده شد به مسئله فرادرمانی و صحبتی رو بیان کردم که اینجا لازم اونو باز کنیم یا دلایلی که راجع به این مسئله ارائه دادم و برای شما عنوان کنم ما اینجا صحبت این مسئله رو کردیم که قرار ما در تمام ابعاد زندگی ثروتمند باشیم یا به نوعی مقام انسانیت ما متوجه شدیم که منبع قدرتی وجود داره که تمام کائنات و مخلوقات رو هدایت میکنه اما چرا کیفیت زندگی ما به این فرو اومده چرا ما در قسمت های روحی و روانی و مادی زندگیمون سرگردون شدیم و راه حل جواب ما نیست بله. در ادامه و بررسی این مسئله متوجه این شدیم که دوستی و اون هوشمندی و نظام کائنات و این منبع قدرت بسیار قابل تحسینه و این از وجنات هستی راحتی نمایانه اما مشکل اینجا بود که رابطه من با این منبع قدرت کارآمد نبود من به دنبال یک رابطه کارآمد وارد مرحله ای از شناخت شدم مرحله ای از شناخت شدم و متوجه این شدم که من به قدرت یا خالق مقتدر و مدبر خداوند متعال طلب و درخواست اینو از من داره که من برای به دست آوردن یک کیفیت انسانی و یک زندگی با کیفیت و در تمام معنا تلاش خودم رو به مرحله عمل بذارم درست من اگر درخواست چیزی دارم درخواست سعادت و خوشبختی دارم در قبال اون باید یک کار عملی انجام بدم بله به دست آوردن یک توانمندی که با بادها و توفانهای زندگی خم نشه کمرم و اینجا بود که مسئله ای که دوازده قدم با یک خانه تکانی درونی برای دوستان وابسته و کسانی که از بیماری اعتیاد یا الکلیسم رنج می بردن اینو از درون اومد داد بله با کارکرد دوازده قدم ما متوجه یک مسئله شدیم و اون اینکه ما باید از الگوهای روانی و ذهنی خارج بشیم درست ما چاره ای نداریم و فقط باید اون پدیده خروج از ذهن برای ما اتفاق بیفته ما به مرحله یا سطحی از هوشیاری دست پیدا میکنیم هوشیاری ذهن و بیداری روح و آزادی روان درست مرحله بی ذهنی رو مد نظر ذهن بی ذهنی بله دقیقا درسته ذهن بی ذهنی و این زیاد دور از واقعیت و حقیقت نیست درست میگه یک فرایند و یک عمل کرده بسیار ساده اما جدی درست این یک خانه تکانیه که از درون باید اتفاق بیفته خب من در این وادی باید اشاره کنم به آسیب هایی که وابستگی و اعتیاد انواع اعتیاد ها برای روان پیش آورد آسیب های روان ما متوجه این مسئله کرد که ما در مورد زندگی فرایند زندگی و پیرامون خودمون دچار باورهای نادرستی هستیم باورهای نادرست مادی ما باورهای نادرست جنسی ما و باورهای نادرست اجتماعی ما روابط ما رو تحت تأثیر خودش قرار داد درست روابط شکست خورده ما کیفیت زندگی ما رو تا حدود بسیار بسیار ضعیفی پایین آورد و این به وضوح نمایان بود بله این مسئله بود که ما دست کمک دراز کردیم بله دقیقا ما متوجه شدیم در این زمینه با عملکرد عملکرد درونی و روزانه در مراحل شناخت انجمن رهایی که پردازشگر اطلاعات یا ستاد فرماندهی و ذهن ما بعد از خروج از عوامل روان اما عوامل احساسات دردناک پردازشگر و ستاد فرماندهی ذهن ما اون راه حلی که در عمل و عکس عمل ارائه میده بر مبنای اون اطلاعاتی که داره بر مبنای قرایز بر مبنای احساسات بر مبنای باورهایی که تا امروز من وضع کردم یا برای من وضع شده تا امروز بله جناب اسماعیلی در رابطه با سطحی از ما میخوایم به یک سطحی برسیم خروج از ذهن رو داشتیم ما به یه سطحی میخوایم برسیم که به خلوص و یا به خرد برسیم خب این لازمه چیه ما چه کار باید بکنیم خروج از اون به قول معروف قسمت ذهن و روان چه کار میخواد بکنه میخواد این بیماری های جسمی خب حالا درگیر هستیم ما در رابطه با اعتیاد های مختلف میگیم که یه قسمتش روی روان تاثیر میذاره یک سری اعتیاد ها هستش روی جسم مثل الکلیسم مصرف مواد مخدر روابط جنسی تکانشی نامتعارف که همه اینا به نوعی بی بیماری جسمی و روح و روان هستند و بعضی از بیماری هم که همینطور تو اون پارت اول برنامه که در هفته گذشته بود در قسمت بیماری های سبول علاج صحبت کردیم ما میخوایم بگیم که این چه حرکتی رو میخواد برای ما داشته باشه و چه خروجی میخوایم از این داشته باشیم دقیقا این همونطور که گفتم یک راه و روش نیست این همون هدف خلقت و رسیدن به معنای زندگیه یک چیز جدید و متفاوتی نیست خروج از زن و استفاده از شعور و خرد یک حقیقتیه که هدف از خلقت انسان چیزی جز این نبود درست دقیقا ما برای این مسئله فقط لازم جایگاه خودمون رو پیدا کنیم بله ما کار اضافی لازم نیست بکنیم همونطور که در اون بحث قبلی گفتم ما فقط باید چوبمون رو از لای چرخ هستی برداریم بله ما خب جای بله من این رو میخوام خدمتتون سوال کنم خب بعضی از افراد که ما امروز داریم از بیرون نگاه میکنیم این قضیه رو می‌بینیم که چوبی هستن لایه هستی چرخ هستی و زندگی این گاهی خودشون ناآگاهانه این کار رو انجام میدن چطور اینها به این آگاهی برسن که رفتار، کردار و ذهنیتشون چیزی هستش که چوبی لایه چرخ زندگی هستن این راه رو چجوری ما به آگاهی برسونیم درسته بسیار عالی دقیقا مسئله ای که اینجا راه حل داده میشه بحث انعطاف پذیریه من. ما دیواره انکار و اون صد حفاظی که اون استوره ما ذهن یا اون اهریمن یا شیطان درون با اون قدرت و مهارتی که از ابتدای خلقت این ثابت شده داره اون صد و ما باید از اون صد رد شیم و هیچ 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 چیزی جز بحث انعطاف پذیری نمیتونه این مسئله رو رقم بزنه موهایی لای ماست ما هست که باید کشیده بشه ما دوستانی داریم ما همراهانی داریم ما بزرگانی داریم چرا در انجمنهای دوازده قدمی و در مجموعه های انسان دوستانه و خدمتگزاران معنوی این اتفاق بیشتر نمایان میشه و این تحول درونی رو ما به چشم میبینیم چون که تنها چیزی که این وسط به کار میره توازو توازو توازوه ما با توازو به استقبال انعطاف پذیری میریم درست وقتی که شما اون مویی که من دیده نمیشم توی قسمتی از زندگیم اختلال ایجاد کرده رو برام شفاف میکنین بررسی میکنین من دو مرتبه سراغ شما میام درست دیگه من از شما رنجیده نمیشم این یعنی اینکه من مشتاق شدم یعنی تمایل من برای تغییر زندگی به اشتیاق برای زندگی به گونه جدیدی شده من از شما مشتاقانه درخواست راه حل میکنم و این ما رو میکشونه به قسمت عملی راه حل یعنی انعطاف پذیری ما انعطاف پذیری رو به طریقی به کار میبریم عملی بله ما اینجا وارد بحث حساسیت ها و تضاد ها باید بشیم درست. ما با بررسی حساسیت هامون که سر سرمنشه اون از باورایی که تا امروز در دانش و آگاهی من نفوذ کرده و منیت منو تشکیل داده باید وارد بشیم وارد این باورها بشیم این باورها باید بررسی بشه وقتی بله. که توسط این مرحله شناخت یا توسط دواز، انجمن های دوازده قدمی به شناخت و بررسی این باورها و رد پای تصمیمات و روش زندگی شخصی من در کیفیت زندگی امروزم پرداخته میشه بررسی میشه جستجو میشه ما به یک سطحی از هوشیاری دست پیدا میکنیم ما حساسیت های خودمون رو شناسایی میکنیم سعی میکنیم برای نمردن دست از تعصباتی که حتی دلیلش رو هم نمیدونیم برداریم و سوال کنیم درسته جناب اسماعیلی همینطوری که حالا توی قسمت های قبلی هم شما اشاره کردید ذهنی دریافت خود رو با اطلاعات و آگاهی ثبت شده خود پردازش میکنه و بهترین و در دسترس ترین راه حل رو ارائه میکنه تا تو, مرحله عمل در بیاد این گرایی که اطلاعات رو بر چه مبنایی میتونن تو ذهن ما شکل گیری کنن یعنی این اطلاعات رو بر چه مبنایی دارن بسیار زیبا دقیقا من ذهن من با تمام توانمندی ها و قدرتی که از روش زندگی خودم و کسب اطلاعات و دانش از مطالعات کتاب ها و دروس و استادانی که در کنار اونا حرکت کردم و تجربه کسب کردم داره زندگی میکنه اما دقیقا زمانی که یک من. عمل یک جمله و یک مطلب یا یک حرکت برخلاف دانش من ارائه بشه ذهن من احساسی که با خودش میکنه اینه که یک نفر اسلحه رو گرفته سمت من و میخواد شلیک کنه بله حتی چیزی از حفاظ بیشتر یعنی دریافت تعطیل میشه اصلا کلا صد راه میشه و اینجا دقیقا این مسئله باید دوستان میگن اینجا جاییه که باید دست از جنگ برداریم دست از جنگ با حقیقت اجتماع حقیقت خلقت حقیقت هستی و کائنات و قوانین برداریم اما من اینو اینجوری عنوان میکنم که بهتر نیست به جای اینکه عنوان کنیم دست از جنگ برداریم باید جنگ رو به عنوان تضاد بررسی کنیم زمانی که من دچار بیماری سرماخوردگی میشم دقیقا گرمای من بدن من با هوای سرد دچار یک تضادی میشه زمانی که مشکل مشکل جسمانی من یا معده من با یک غذایی دچار تزاد و مخالفت میشه من دچار درد معده میشم و زمانی که روح من با یک مسئله دچار تزاد و مخالفت بشه من دچار درد روحی میشم و زمانی که روان من برخلاف داشته ها و باورهای ناکافی و نادرست خودش چیزی رو به اون ارائه بشه من باز دوباره در تضاد با اون میشم و عملا راه سعود برای من بسته میشه با شناسایی یک به یک اینا که ما در کدام قسمت ها لازم اینجا این مسئله رو فکر میکنم اشاره کردم خب ما برخلاف قرایزمون برخلاف احساساتمون خب حالا راه حل چیه ما تضادها حساسیت ها رو بررسی میکنیم و میان وارد این میشیم که آقا ما عناصر زندگی رو از درون به دست نیاوردیم ما این دنبال به دست آوردن عناصر زندگی یعنی احترام و اعتماد و عزت به نفس از بیرون از اشخاص بودیم یا از طرق مختلف به عنوان شهرت طلبی و ثروت و قدرت طلبی اینا ما رو وارد خطرناک ترین قسمت نفسیات کرد و اون منفعت طلبی بود بله. منفعت طلبی حفاظ انکاری رو جلوی ما کشید که رد شدن از اون بسیار بسیار بسیار, بسیار کار سختی بود چون که شناسایی اون سخت بود با هیچ گونه میکروسکوپ هیچ گونه دستگاه پزشکی و علم پزشکی قابل دیدن نبود اعمال و رفتار بود الگوهای رفتاری بود الگوهای رفتاری که یک عمر به عنوان باورهای من شخصیت منو شکل داده بود درست و دقیقا اینجا شخصیت من در لحظه عمل کرد اکسل عمل پندار رفتار و گفتاری بر اساس اونها ارائه میداد بله باورهایی که ما داریم صحبت می در رابطش ما در قسمتی اشاره کردین که حالا این دریافتهی که با اطلاعات و آگاهی ثبت شده خودمون پردازش بود یه قسمتش قرایز بود احساسات بود این باورها این من ذهنی رو در رابطش صحبت کنید برامون دقیقا من ذهنی همین شخصی شخصیتی که باورهایی که تا امروز من خودم برای خودم وضع کردم که زندگی باید اینطوری باشه روش زندگی روش برخورد روش روابط یا بهتر اینه اینو بگم این مثال من میزنم که من تجربه زندگی با انسانهایی داشتم که مصرف کننده و وابسته بودن من. من یک نوع رابطه بیشتر بلد نیستم برقرار کنم رابطه ای که من برقرار میکردم با مصرف کننده با ساقی با قسمت هایی که با زندان ها و با کسایی که مثل خودم بیمار بودن خب روابط من شکست خورده بود و من همین الگوی همین الگوی ذهنی خودم و همین باور خودم و همین روش رابطه خودم و میخوام با جنس لطیف و همسرم برقرار کنم میخوام با پسر کوچیکم برقرار کنم و میخوام در اجتماع در کسب و در پیشرفت ها و خلاقیت های خودم به مرحله عمل بذارم همچین چیز غیر ممکنه خب اینو در وسعت بیشتر حالا میایم مورد بررسی قرار میگیریم قرار میدیم من باورهایی وضع کردم خانواده من پدر من مادر من جالب اینجا بود که من متوجه شدم از درک من از خداوند و هستی مال من نبود کلا من درکی نداشتم از خداوند من اینجا به دنبال درکی کارآمد از خداوند دست نیاز دراز کردم که برای من کارآمد باشه کیفیت زندگی من و قسمت های روحی و روانی و جسمی من تحلیل رفته بود اینجا جایی بود که دیگه شهوت و قدرت و ثروت و تایید طلبی جواب نیاز منو نمیداد اینجا باید یک رابطه کارآمدی برقرار می شد و این از درون بود من برای پیدا کردن درکی از خداوند متوجه این مسئله شدم که باورهایی که من وضع کردم و برای من وضع شد و در اجتماع و در محدوده زندگی من و جوامع بشری ارائه میشه خب این میاد یک الگوی ذهنی رو تشکیل میده این الگوی ذهنی عمل عکس عمل پندار تصمیم رفتار خودشو بر مبنای اونا ارائه میده درست و غیر اون رو مردود میشه می درست جناب اسماعیلی صحبت کردین در رابطه اینکه که ما سوال کنندگان خوبی نیستیم این سوال کنندگان خوبی نیستیم یعنی سوالایی که برای ذهن خودمون ایجاد میخوایم بکنیم یا اصلا هم به این هم نتیجه میرسیم که اصلا سوال نمی کنیم ما چیکار کنیم این سوال تو ذهنمون ایجاد شه چرا سوال کنندگان خوبی نیستیم قسمتی از دردی که من دیدم اعضا یا شاید خودم متحمل شدم اینه که من سوال نمی کنم و یا راه حلی که می گیرم رو مردود می شمارم یا سعی می کنم خودم رو در یک تفر رفتن در یک تفر رفتن نگه دارم به دلیلی که زیر سایه اون احساس امنیت می کنم بله. من اگر من اگر راه حل بگیرم باید در مقابل راه حل کاری انجام بدم اگر کاری انجام ندم اتفاقی نمیفته سوالی که من میکنم بر چه مبنا باید باشه آیا من دنبال حل مشکل امروزم هستم یا دنبال حل مشکلی که از ابتدای بلد. به دنیا آمدن من و وارد زندگی شدن من و ترس و وحشت زدگی و کمبودهای روحی و روانی که به انحطاط من کشید بلد. دنبال اینم من آیا سوالی که میکنم در این مورد باید باشه که آیا من کیم هدف از خلقت من چیه من کجا باید برم دارست. آیا این اشرف مخلوقات و این کیفیت زندگی محدود و ناکارآمد با هم همخانی داره آیا این نظم هوشمندی و این اقتدار این منبع قدرت با این زندگی ناکارآمد و کیفیت ضعیف من زندگی من هماهنگ این سوال سوالی نیست این سوال هیچ ربطی به نوع دین و مذهب و عقاید شخصی انسان ها نداره درست ما با چند سوال کلیدی به راحتی میتونیم وارد بعد حقیقی زندگی بشیم اما قسمت دردناک قضیه استوره مایه ذهن اون نمیخواد اون راه حلای خودش رو دوست داره اون میگه به روش من زندگی کن اون نمیخواد من به روش خداوند زندگی کنم اون در لحظه اجازه نمیده اون میدونه اگه من با خدای خودم یکی بشم کار اون تمومه و یکی شدن با خدای من کاری نداره بسیار ساده اما جدی اما این من ذهنی با ترفندهای رومان پیش و بندی شده و گاهی کت و شلوار شده و کربات زده برای من شخصیت ها و شهرت ها و محدوده و محیطی از زندگی رو ارائه میکنه که باز اونا کنترل و اداره شخصیت منو دارن داره. خداوند بحث من یک مقداری در حالت سلوک خودم قرار گرفت خداوند بشر و انسانیت چیزی به عنوان شخصیت دقیقا در قرار داره ما فردیت داریم دلست. یک فرد به این درک میرسه که جزئی از مخلوقات این عالم هستیه جزئی از کله و زمانی که با تمام وجود شکست راه ها و روش های شخصی خودشو اعلام میکنه یعنی با تمام وجود به این جهان هستی و این منبع خلقت اعلام میکنه که من آماده تا تو از طریق من وارد بشی و کنترل و اداره زندگی منو به دست بگیری بله من مشکل اعظم افرادی که درگیر چرخه معیوب زندگی و تکرار و عادت و روزمرگی و اعتیاد میشن همینه که اراده و اداره زندگیشون رو از دست میدن و به آشفتگی میرسن جناب اسماعیلی همه ای ما انسان ها آرزوی رسیدن به سعادت و خوشبختی رو داریم و برای به دست آوردنش و برای به دست آوردن امنیت تلاش میکنیم اما حقیقت اینه که مسیر رو گاهی اشتباه رفتیم کجای مسیر رو اشتباه رفتیم که سر در آوردیم از اینکه خودمون رو درگیر چرخه معیوبی به نام اعتیاد کردیم الکلیسم کردیم اعتیادهای رفتاری کردیم کجای کار بسیار در این زمینه من دردهای بسیار عجیب و اصلا نمیتونم راجع به صحبت کنم بعضی وقتها من تا مدت ها حدودا تا دو سالی که از هوشیاری من داشت میگذشت نسبت به الکل و مواد فکر میکردم که کدوم روز اشتباه کردم کجای کار من مدبر هوشمند مقتدر اشتباه کردم و وارد این قسمت دردناک شدم و بعد از دو سال هوشیاری و عملکرد دوازده قدم و تاثیرات بیداری یعنی اون خلوص و خردی که راجع به صحبت خواهم کرد به این نتیجه رسیدم که من یک جای کار اشتباه نکردم من کلا راه را اشتباه رفتم درست من اینجا چه کار میکنم من اینجا در خدمت شما و در یک شرایط قرار گرفتم که جلوی شنوندگان بسیاری اعلام کنم که روش من شکست خورد بله. روش من برای زندگی شکست خورد اون انحطاط در تمام قسمت‌های روحی و روانی و جسمانی و خانوادگی و محیط اجتماعی زندگی من که به وضوح نمایان بود و من در انکار به سر می بردم اینو ثابت کرد که روش زندگی من شکست خورد یعنی من اینجایم که اینجا به شما و دوستانمون اعلام کنم که چیزی به عنوان من نیست ما باید اجازه بدیم که منبع قدرت اداره و هدایت زندگیمون رو به دست بگیره اما یک قسمت و یک سوال مهم اینجا داره دوازده قدم و میگه ما ترس داریم ما ترس داریم که به چه انسانی میخوایم تبدیل بشیم ما شاید باید بریم تو قارها به عبادتهای مختلف و به روشهای گوناگون دست بزنیم تا بتونیم به خروج از ذهن برای ما اتفاق بیفته یا ما بتونیم یک درویش یا یک عارف بشیم من عنوان کردم با تشکر از استادان و خدامردان و هر کسی که در زمینه خدا یک قدم حتی برداشته این مسئله رو عنوان میکنم که هوشیاری و بیداری روح یعنی کیفیت در تمام قسمت های زندگی یعنی زندگی معنای زندگی در دو کلمه خلاصه شده. یک زندگی، یک کیفیت معنویه یعنی ما به جای کیفیت هیچ کلمه دیگه ای نمیتونیم قرار بدیم. یعنی هیچ مقدار و کمیت و تعداد و روزی نمیگنجه که ما در انجمن رهایی داریم. میگم روزهای زندگی اهمیت چندانی ندارد. اما این نمیتواند باعث این شود که ما از زندگی در کنار دیگران باز بمانیم درست ما دست خود دست آوردهای خودمونو به طریق عملی روز به روز روز به روز چک میکنیم و هر جایی که اراده شخصی و اون منیت که راجع به صحبت شد منیت بسیار گسترده و قدرتمند من از فهوای کلام شما اینطور متوجه شدم که وقتی ما صحبت از بی ذهنی می کنیم وقتی صحبت این می کنیم که ما باید بیم چون این بی میخواد ما رو تو لحظه و حال نگه داره گاهی ما در گذشته و رنجش ها و آلام گذشته ما رو اذیت میکنه گاه حراسان از آیام آینده نیامده بی ذهنی میخواد ما رو تو لحظه نگه داره و در لحظه نگه داشتن یعنی اینکه ما اون کمیت رو که در نظر میگیریم که باش قیاس کنیم مثل روزهایی که شما فرمودین مثل زمانها بازهای های زمانی که فرمودین تعداد روزهای پاکی تعداد روزهای هوشیاری همه اینا رو کنار بگذاریم همه چیز عیان در لحظه اتفاق میافتد و حقیقت مس بستری است که به اسم زمان حاله و ما دنبال این هستیم که در حال باشیم حالا ما تو چیزای مباحث قبلی هم این رو داشتیم که ماها خیلی دنبال این دردی کشه بودیم که بزنیم که حالش رو ببریم اما همونطور که حضرت حال فرمودین ما توی اون لاین اشتباه زندگی قرار گرفته بودیم وقتی تو ما مثلا قرار ما بریم شیراز تو راهی که قرار میگیریم به یزد میخوره خب اون چیزهایی رو که ما از راه شیراز برداشت ذهنی میتونستیم می داشته باشیم و قرار بود استفاده بکنیم قطعا توی این راه پیداش نمیکنیم پس از ابتدا و انتهای مسیر در هر لحظه و در هر مکانش در حالت اشتباه قرار گرفتیم و مسیر رو خراب رفتیم ما باید برگردیم و اون مسیر حقیقی و اصلی زندگی رو پیدا بکنیم تا با پایین و بالا شدن هر قسمتش بتونیم کاری داشته باشیم خب جناب اسماعیلی من میخواستم در رابطه با چرخه مع... معیوب ناامیدی و یعص و شکست برای صحبت کنید بله. زیباترین قسمتی که من در این مدت درک کردم و لمس کردم شاید در همین محدوده زندگی در لحظه زندگی خارج از گفتگوی ذهنی و زندگی خارج از احساسات و توهمات باشه این شاید برای خیلی از انسان‌ها دست نیافتنی و مردود اعلام بشه اما فرمولی که خداوند از روز ازل ارائه داد و اون سرات المستقیم و اون پیام زیبای علا به ذکر الله تطمئن القلوب ما رو وارد بعد دیگری از زندگی میکنه درست ما به حضور خداوند آگاه خواهیم شد ما با حضور خداوند آگاه میشویم سرخوش میشویم و از قدرت او برای حرکت در مسیر زندگی قدم بر می داریم اینجا این سوالو رو باید مطرح کنم که چرا میگن ما معتادها ما ها و وابستها انسانهای خوشبختی هستیم دقیقا زیباترین پاسخ اینجاست ما وارد قسمتهای اسرارآمیز درونمون میشیم لازم نیست که ما به اسرار اعماق وجود خود بپردازیم در صورتی که خواهیم پرداخت اما مهمترین چیزی که ما رو وارد بعد دیگه میکنه اینه که ما متوجه میشیم و اقرار میکنیم و درک میکنیم که ما انسان های سبک مغزی هستیم ما یا در گذشته زندگی میکنیم یا در آینده این ذهن من بسیار قدرتمند فرار هیرگر و فریبکاره دائم در گذشته زندگی میکنه یا میفته تو گذشته یا توی آینده و اینه که راه حل رو برای ما میاره یعنی بررسی زوایای پنهان وجود ما رو و خوشبختی ما به این دلیله که ما به سادگی راه حل رو و بستر درمان رو خواهیم پذیرفت اما چرا میگیم که ما راه حلی داریم برای دوستانی که بیماری هایی دارن العلاج ما بررسی کیفیت زندگی رو میکنیم ما کیفیت زندگی رو با بررسی ضعف ها و الگوهای ناکارآمد به مرحله عمل در میاریم و کیفیت زندگی رو بالا میبریم وقتی که با استفاده از اصول انسانی و اصول الهی کیفیتی متعادل دست پیدا میکنیم این کیفیت کمیت زندگی رو تحت تأثیر قرار میده من تجربه مدتی فلج عصبی و انحطاط روح و روان رو گذرونده بودم و دوستانی دارم که بیماری های سعب العلاجی دارن و تجربه های همچنینی شما هم دارین و اطرافتون دیدین بله دلیل این معجزه یا این اتفاق غیر معقول آیا چیزی غیر از دست یافتن به کیفیتی از زندگی یا نوعی از زندگی به روش کارآمد هست بله. چیز دیگری میتونه باشه؟ خیلی. بله. دقیقا ما مبحث بسیار زیباییه میگه ما صبح که بیدار میشیم خب اگر از اول صبح با خودمون بگیم که آی چه روز بدیه یا هوا بارونیه و حالم خرابه تا انتهای روز مشکلات پیش میاد تا انتهای روز حالم خرابه اما من خیلی تجربه دردناکتر از اینو تجربه کردم من زمانهایی رو گذروندم که گفتم اه چه روز بدی چه اتفاقات ناگواری چرا برای من اینجوری میشه و فردا و پس فردا و روزها و ماها این ادامه داشت درست معنای زندگی و اون حقیقتی که پیرامون دار ما داره اتفاق میفته ما رو از هوشمندی در اطرافمون در پیرامونمون و حتی در وجودمون با خبر میکنه هستی و جهان و کائناتی که بسیار هوشمند است بسیاری از مخلوقات این جهان هستی با چشم دیده خواهند شد و بیشتری از آن بسیار دیده نخواهند شد ما در روی زمین هوشمند قدم میگذاریم ما در کنار دوستان من دوستی دارم که میگه او ما میاد دوستمون میگه که ما بعد من از صدای پرنده ها لذت میبرم درخت با من صحبت میکنه و و حق داره اون دوستمون که با به اون احساس یا اظهار شاید دیوانگی بده به اون بهنه. چرا؟ چون که اون ذهنش دائما با خودش صحبت میکنه کسی که ذهنش دائما با خودش صحبت میکنه که نمیتونه چیز دیگری ببینه شاید زمین درخت پرنده به زبان انسانی با ما صحبت نکنه ولی خبر از حقیقتی میدهد و خواهد داد و در حال ارائه آن است که یک هوشمندی در کار است ما در کنار این هوشمندی وارد قسمت اعظمی از آگاهی و شعور و خرد و بسیرت خواهیم شد در ادامه دوازده قدم و در رابطه کارآمدی که در قدم یازده اتفاق میفته ما رو با این قسمت از بعد چهارم آشنا میکنه شعور خرد بسیرت، الهام و اشراق درست اینها جزوی از توهمات من یا یک عضو نیست دقیقا من صبح که بیدار میشم بله. زمانی که با یک ناامیدی و یا افسردگی محیط و پیرامون روح خودمو درگیر میکنم دقیقا درهای شبکه منفی هستی و کائنات برویم باز میشه و هر چیزی که در اون محدوده منفی بیاد به من اصابت میکنه و چرا میگه زمانی که تو در مسیر خداوند و خواست خداوند در هر کتیبانیت خیر تمام کائنات و مخلوقات آن دست به دست هن داد تا تو به مقصود خود برسی آیا چیزی غیر از اینه که من کاری انجام ندادم من فقط درهای شبکه مثبت رو با عشق بلاعوض باز گذاشتم عشق بلاعوض فرمولیه که ما رو وارد بعد دیگری از زندگی دستاوردها و شاید اسرار دیگری از زندگی خواهد کرد اما دقیقا اتفاق و دستاورد اینجا شکل خواهد گرفت ما لازم است با یک فرایند در یک فرایند درونی و در یک خانتکانی درونی از درون به هوشیاری روح و بیداری روح و ذهن و روان دست پیدا کنیم ما به یک سطحی از هوشیاری یعنی خلوص و خرد دست خواهیم پیدا کرد ذهن بی ذهنی این را رقم میزنه خلوص و خرد یعنی خلوص بدون خرد آیا معنی خواهد داشت؟ نه مکمل و متمم هم دقیقا درست است آیا خرد بدون خلوص معنی خواهد داشت؟ ما انسان من تجربه خرد و بی خلوص رو را داشتم و میدونیم که سادگی با ساده زیاد تفاوت داره بهم. من بسیار 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 تجربه خلوص رو داشتم خلوص بی خرد و خرد بی خلوص بله بله. خرد بی خلوص میشه زنبور بی عسل و عالم بی عمل اما وقتی اینها در کنار هم پیدا میشن همین معنایی که ما داریم دنبالش میکردیم رو در وجهی نو متجلی میکنه و به معنی ظهور میذارن بله بفرمایید به به درسته دقیقا اینجا جایی که اینو مثلا رو داشتم عنوان میکردم من تجربه خلوصم دارم اصلا لازم نبود نواقص من و رفتارهای زشت من کلک منو بکنه و منو به انحطاط برسونه من قسمت های و خصوصیت های خوب شخصیتی خودم رو نمیدونستم کجا در چه زمان و چه مقدار به کار ببرم دقیقا معنی و مفهومی که میگه درک سنت هایی که در جانب این دوازده قدم ارائه شده برای ما رقم میزنه اینه کی کجا چه مقدار چه اندازه این در عمل و عکس عمل باید در ناخودآگاه و شخصیت اتفاق بیفته اینجا دوست دارم این مسئله رو با یک تیکه از شعری که خودم در این زمینه دارم عنوان کنم با اجازتون آقای دشتی که بسیاری از این های روحی و روانی و جسمانی رو به مسائل بیرونی ربط دادن در نهایت اولا قسمت های بیرونی یعنی این کیه این چیه این چرا اینجوریه اینا چرا اینجوریه اینا چرا اینجوری رفتار میکنن و چرا اینجوری خدا رو میپرستن دیگه مشکلی از من حل نکرد اینا دردی از من دوا نکرد من کی هستم من چه کار باید بکنم و بعد از این که تمام این انهتات رو من به گردن دیگران مینداختم باز اینجا یک متهم دیگه داشتم و اون شیطان بود یک شیطان ساخته دست انسان و این شعر رو اینجا شاید لازم عنوان کنم و بسیار بسیار راجع به این قسمتی از یکی از مناجات ها و شعرهایی که من دارم میگه پروردگار پروردگار که به علم و تدبر شیطان را به پا بداشت بر بحر درس و تفکر آن را مقتدر به میان جان گذاشت پروردگار پروردگار که به علم و تدبر شیطان را به پا بداشت بهر درس و تفکر آن را مقتدر به میان جان گذاشت عمری به بیخبری تن به مکر و فریب شیطان به خانه بود این لطفیز تدبر حق بود که از ابتدا راه رسیدن به خانه بود آموزگاری شیطان و میگاه آموزگاری که قدرت آن جهان را به خون کشاند آموزگاری که قدرت آن جهان را به خون کشاند مکتبی مهیا نمود و گفت من اینم آتشم پاسخ حق است که ما را به اینجا نشاند احسن ما نداریم چیزی که به گردن شیطان افراد اشخاص موجودات و مخلوقاتی بیرون از خودمون بندازیم این مسائل و مشکلات و انحطاط روی و روانیمونو هرچی هست از ذهن قدرتمند هنرمند و متبهر که سالها در زندگی خودمون متبهرانه برای ما کارهای مثبتی هم انجام داده دقیقا, دقیقا. ممنونم خواهش کنم جناب اسماعیلی ما یک جمعبندی میخوایم داشته باشیم و خیلی مختصر و کوتاه البته تمام مسائل رو عنوان کردید به عنوان جمله پایانی چه چیزی رو میتونیم داشته باشیم به عنوان جمله پایانی شاید برای یک شنونده سخت باشه این مسئله یا ملموس نباشه که آیا امکانش هست که ما خروج از ذهن زندگی کنیم؟ بله دقیقا یک فرایند وارد یک فرایند خانه تکانی درونی من عنوان کردم من به روش های گوناگونی تلاش کردم که همه چارتاهای زندگی ما هشتا کنم و شش ها رو دوازده تا کنم موفق نشدم روشم شکست خورد سعی کردم از تجربه استادان و و و کتاب ها روش ها مراقبه ها و روش های گوناگونی باز شش زندگی خودم را هشت تا کنم دوازده تا کنم و نشد و در نهایت به این نتیجه رسیدم که من کاری از این بر نمیاد فقط باید اون ذهن مخرب الگوی ذهن مخرب خودم رو شناسایی کنم و از سر راه خداوند برم کنار چون که پروژه خلقت انسان موفق بود من دست بردم توش درست. ممنون متشکرم جناب آقای اسماعیلی عزیز موضوع بحثمون فکر میکنم اینجا کامل ادا نشد و البته اینقدر این دامنه دار هستش و گستره زیادی داره من از شما خواهش میکنم که جلسه بعد هم ما رو همراهی بکنید در رابطه با این پردازش اطلاعات صحبت کردین قرایز احساسات باورها تفکر و تعقل شعور و بصیرت و خرد گفتین برای ما خیلی ممنون و سپاسگزار من میخوام میگم برداشت خود شما به عنوان یک نفر که تو این حوزه فعالیت میکنید و شاید حالا ما اون چیزی رو که در معنا درمانی انتظار داریم نگاه روانشناسان غربی هستش و با آموزه های علمی و مقیاس های علمی خودشون هستش در پارامترهای مشخص و آزمون های مشخص این معنا درمانی رو میگه اما وقتی نگاه میکنیم صحبت هایی که حضرت عالی کردین در رابطه با اینکه از طریق درد و ناکامی که تو زندگیتون موجب شد که شما بیاین توی عالم معنا و به واسطه این حقیقت زندگی، معنای زندگی، بخواین خودتون رو به یک آرامش و به نوعی التیام ببخشین، درمان کنید. آیه فرانکل هم همین کار رو کرد. ایشون رو هم یک سری ناملایمات زندگی اومد اینها رو باهاش دست پنجه نرم کرد من میخوام بگم که شما در رابطه با این آزمون و خطایی که تو زندگی بعضی مواقع ما شاهدش میشیم چه چیزی رو دارین برای ما بگین که با عنوان سبک و سیاقی که شاید مختص به خودتون باشه دقیقا من اون پیشنهاد یا راهی که در مکتب انسانیت که در این کتاب ارائه شد و انشالله من پیگیرش هستم و خدمتگزاران زیادی هم در این عرصه در کنار من هستن عنوان میکنم این بود که ما ترازهای شخصی رو برای انسان برای هر انسان در هر شرایط و موقعیت مشخص کردیم و تدارک دیدیم ما چرخه های معیوب و خودمون به عنوان با یک تراز شخصی شناسایی میکنیم ما از الگوهای مخرب و چرخه های معیوب خارج میشیم و به سطحی از هوشیاری دست خواهیم یافت متوجه این شاید ما خو... جدا از انسان هایی که در انجمن های دوازده قدمی و م... کسایی که مشکلات و گرفتاری های بیماری های روح و روان و انحطاط رو... روحانی و جسمی دارن انسان هایی در متفاوت و شاید عادی باشند ما ترازهایی هایی رو در این کتاب ها انو... بیان کردیم عنوان کردیم و اینها چرخه های معیوبی رو نشون میده که با یک بررسی ساده و جزئی ما وارد سرات مستقیم میشیم باید. ما, ما به دنبال محاکمه و سیبل مقابل هیچ شخص و هیچ انسانی نخواهیم بود و در نهایت بسیار خبر زیبایی در این قضیه باید بدم که کتاب جدیدتری از اون که در مکتب بعد از مکتب انسانیت اومد زندگی را به تمام معنا زندگی کن روی دیگر زندگی ما روی دیگر زندگی این روی الان زندگیمون رو بررسی خواهیم کرد و به روی دیگر زندگیمون دست خواهیم پیدا کرد با ترازها و بررسی چرخهای معیوب و در نهایت پیامی زیبا برای جوانان در فصل آخر کتاب ممنون ممنون مشکرم جناب آقای اسماعیلی دوست و همکار عزیزم که تو حوزه معنا درمانی و رفتار درمانی به نوعی تجربه خوبی رو در اختیارمون قرار دادن امیدوارم که برنامه ما مورد وسوق شما عزیزان باشه منتظر شما هستیم نظراتتون پیشنهاداتتون رو برای برگزاری و اجرای بهتر برنامه هامون رو حتما به دیده پذیرا هستیم ما رو همراهی کنید از ما در این مسیر این لطفتون رو که شاید انتقادهای شما ما رو ببره به سمتی که بتونیم خدمتگزار صادق تری باشیم و انگیزه و توانایی بیشتری رو پیدا کنیم برای خدمت بهتر من و دیگر همکارانم در قسمت رادیو آینه با متخصصین سمیمان دست تک تکتون رو میش بشاریم و از اینکه همراهی و مساعدت میکنید در این تشریک مسایی در این خیر همگانی ممنون و سپاسگزار هستیم سخن پایانی رادیو آینه وقتی طرز نگاهمان را به مسائل عوض میکنیم مسائلی که به آنها نگاه میکنیم عوض میشوند خدایا نور خود را در وجود ما متجلی فرما که سخت محتاج آن هستیم برکت نگاهت را در نگاه ما جاری ساز تا به هر که و هر چه می نگریم نیکی باشد و مهر و عشق میدانی که خسته ایم از ناآگاهی های خود از روزمرگی ها از جدایی ها ما نشدن ها و منیت ها خدایا دستمان را بگیر تا از یاد مبریم که باید دستها را بگیریم نگاه مهربانت را از ما دریغ مکن تا به تمامی نگاهی باشیم از سر مهر و عشق به این جهان با و مخلوقات تو همراهان صمیمی و صبور رادیو آینه تا درودی دیگر بدرود